درود به تمام دوستان. جنگ کره یکی از کمتر شناخته شده ترین جنگ های تاریخ از نظر اطلاع عامه مردم در مورد اونه، جنگی که تنها چند سال پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد و علی‌رغم اینکه از لحاظ مقیاس و مشارکت قدرت‌های جهانی به پای جنگ جهانی دوم نمی‌رسید، اما به شکل قابل توجهی مسیر جنگ رو تغییر داد و عواقب اون هنوز هم در دنیای سیاست و ژئوپلیتیک امروزی دیده میشه. جنگی که زندگی میلیون‌ها انسان رو در شبه جزیره کره برای همیشه تغییر داد. اما چقدر از جنگ کره می‌دونید؟ بیشتر مردم اطلاعات زیادی درباره این جنگ ندارن و بی دلیل نیست که از جنگ کره به عنوان جنگ فراموش شده یاد میشه. یک دلیل اینه که جنگ کره یکی از کم بحث‌ترین جنگ‌ها در تاریخ ایالات متحده است و فاصله کم اون با جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام نیز بر این گمنامی افزوده. با این حال جنگ کره 3 سال به طول انجامید، از جوان 1950 تا ژوئیه 1953، و این جنگ منجر به مرگ بیش از 34 هزار سرباز آمریکایی و میلیون ها کره ای شد. این جنگ کاملا تحت شعاع جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام قرار گرفت و رازهای تاریک زیادی پیرامون این جنگ وجود داره که بیشتر مردم از اونا بی اطلاع هست. در این ویدیو میخوام شما را با 10 واقعیت تاریک و ناخوشایند در مورد جنگ کره آشنا کنم. پس با ما همراه باشید. شماره 10. 20% از جمعیت کره شمالی در جریان جنگ کشته شده. در اوایل دهه 1950 ایالات متحده 635 هزار تن بمب و 32557 تن ناپالم روی کره شمالی ریخت. این یک حمله شدید و همه جانبه محسوب می شد که کره شمالی رو به خرابه‌ای بدون هیچ صنعت یا شهری پا بر جا تبدیل می کرد. در واقع هدف این بود که کره شمالی به بیابانی تبدیل بشه که امکان زندگی نداشته باشه. کمپین بمباران شدید کره شمالی به دستور هری ترومن، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، و توسط ژنرال کرتیس لمی انجام شد. به گفته لمی، بمباران کره شمالی در طول جنگ کره به حدی شدید بودند که 20% از جمعیت کره شمالی در اثر این بمباران ها یا عوارض ناشی از اون جونشون را از دست دادند. این بمب ها صدها هزار خونه رو ویران کردند و میلیون ها غیر نظامی رو کشتن. برنامه این بود که خاک کره شمالی به طوری ویران بشه که هیچ شانسی برای بازسازی خود، راه اندازی صنایع یا پرورش مزارع نداشته باشند و آمریکا تقریبا در این هدف موفق شد. علاوه بر تخریب فیزیکی، بمباران‌های ایالات متحده خسارت روانی بسیاری نیز به بار آورد که نسل‌های زیادی را در کره شمالی درگیر خود کرد. امروزه دولت کره شمالی هنوزم با یادآوری ویرانی‌های جنگ کره و بمباران‌ها و حملات ایالات متحده ترس رو در مردم خود نهادینه کرده. این رویکرد اجازه داده که کره شمالی برای 7 دهه یک حکومت توتالیتر داشته باشه و خاندان کیم از زمان تأسیس کره شمالی همچنان در قدرت مونده. شماره 9. ایالات متحده نزدیک بود از سلاح هسته‌ای علیه چین و کره شمالی استفاده کنه. در آغاز جنگ کره، ژنرال داگلاس مک‌آرتور به عنوان فرمانده نیروهای تحت نظارت سازمان ملل متحد انتخاب شد. او ژنرال بسیار مشهور و موفقی بود که در جنگ جهانی دوم با بالاترین دستاوردها و افتخارات ممکن خدمت کرده بود. او به خاطر تاکتیک‌های تهاجمی و تمایلش به استفاده از هر ابزاری برای پیروزی شناخته می‌شد. در سپتامبر 1950 مک‌آرتور حمله جسورانه را آغاز کرد که ارتش کره شمالی را از خط 38 به عقب راند. با پیشروی نیروهای سازمان ملل، مک‌آرتور شروع به بررسی استفاده از بمب اتمی برای پایان دادن به جنگ و جلوگیری از مشارکت بیشتر چین در این جنگ کرد.
نقشه او استفاده از بمب‌های اتمی برای حمله به سرزمین چین و کره شمالی و منصرف کردن کشورهای کمونیستی از مشارکت در این جنگ بود. این اتفاق تاریخ رو به طور کامل تغییر میداد و باعث میشد که چین دیگه این قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی کنونی نباشه. با این حال رئیس جمهور ترومن که یک بار تجربه ناخوشایند استفاده از بمب اتم رو داشت با این ایده مکارتور مخالفت کرد. او معتقد بود که استفاده از سلاح‌های اتمی رویه خطرناکی رو ایجاد خواهد کرد و تمایلی به ریسک یک جنگ تمام عیار با چین رو نداشت. در نتیجه ترومن در آوریل 1951 مک‌آرتور رو از فرماندهی نیروهای نظامی خود برکنار کرد. در حالی که اقدامات مک‌آرتور در طول جنگ کره بحث برانگیز بود، تاکتیک‌های تهاجمی او کمک کرد تا جریان جنگ به نفع نیروهای سازمان ملل تغییر کنه. شماره 8. بمباران تنها زمانی متوقف شد که دیگه چیزی برای ویران کردن وجود نداشت. یکی از هولناک‌ترین جنبه‌های جنگ کره استفاده گسترده از بمباران‌های هوایی بود. تمام روستاها ویران شدند و اغلب غیر نظامیان بودند که کشته می‌شدند. و بمباران تا زمانی که چیزی برای تخریب باقی نمانده بود ادامه یافت. نکته قابل توجه اینه که تقریباً تمام ساختمان‌های کره شمالی تخریب شدند. از آن زمان این کشور برای بازسازی شهرهای خودش با مشکل مواجه بوده. روند بازسازی ساختمان‌ها در کره شمالی به دلیل کمبود منابع و تحریم‌های بین‌المللی کند و دشوار بوده. شماره 7. کره جنوبی تمام مظنونین به کمونیست بودن رو اعدام کرد. در طول جنگ کره جنوبی همه کمونیست‌های مظنون رو کشت. این قتل عام پس از آن رخ داد که گروهی از سربازان کره شمالی از خط 38 که خط میان دو کشور بود گذشتند و به کره جنوبی حمله کردند. کمونیست‌ها با ورود آمریکا به جنگ عقب نشینی کردند. اما ضربه روحی ناشی از حمله کمونیست‌ها به بخش جنوبی شبه جزیره کره همچنان باقی ماند. در طول دوره کوتاهی که کمونیست‌های کره شمالی کنترل بخشی از کره جنوبی را در اختیار داشتند، بسیاری از مردم با دولت کمونیستی همکاری کردند و طرفداران کمونیست بودند. در پاسخ، دولت کره جنوبی یک گروه شبه نظامی متشکل از افرادگرایان راستگرا تشکیل داد که هر چقدر که میتونستن از کمونیست‌ها را کشتند. این گروه یک سری اعدام‌های دست جمعی انجام داد و حدود 100 هزار نفر را در کره جنوبی به جرم حمایت از کره شمالی کمونیست اعدام کرد. بیشتر قربانیان غیر نظامیان بیگناهی بودند که هیچ ارتباطی با رژیم کره شمالی نداشتند. اما احتمالاً هنگام حمله نیروهای کره شمالی به کره جنوبی از سربازان بخش شمالی حمایت کرده بودند. این قتل عام نقطه عطفی در جنگ کره بود و یکی از وحشیانه ترین وقایع تاریخ معاصر به شمار میاد. شماره 6. سئول، پایتخت کره جنوبی، برای چند ماه یک شهر کمونیست بود. سئول زمانی که توسط کره شمالی تصرف شد یک شهر کمونیستی بود. این شهر تا زمانی که آمریکا شروع به بمباران نیروهای کره شمالی کرد تحت کنترل کمونیست‌ها باقی موند. پس از یک ضد حمله موفق توسط نیروهای سازمان ملل متحد، این شهر تنها چند ماه بعد از تصرف توسط کمونیست‌ها دوباره توسط نیروهای طرفدار غرب تسخیر شد. اما این موضوع تأثیر فراموش ناشدنی بر ساکنان سئول گذاشت. اگر کمک آمریکا نبود، کل شبه جزیره کره تحت کنترل کمونیست‌ها قرار می‌گرفت و حتی سئول نیز به راحتی تحت کنترل پیونگیانگ در می‌آمد. شماره 5. جنگ کره هنوز به پایان نرسیده. بسیاری از مردم فکر می‌کنند که جنگ کره در سال 1953 با امضای توافقنامه آتش‌بس پایان یافت. با این حال جنگ از نظر فنی تمام نشده.
جنگ کره به بنبست رسید و برنده مشخصی نداشت. آتش بس تنها پایانی بر درگیری ها بود و هیچ پیمان صلحی امضا نشد. در نتیجه کره شمالی و جنوبی هنوز از نظر فنی در جنگ هستند و نیروهای آمریکایی هنوز هم به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر تجاوزات بیشتر از سوی کره شمالی در کره جنوبی مستقرند. در حالی که بعید به نظر میرسه که درگیری نظامی همه جانبه‌ای بین دو کشور از سر گرفته بشه، وضعیت در شبه جزیره کره همچنان متشنجه و هر حادثه کوچکی میتونه باعث بروز خشونت‌های جدید بشه. تا زمانی که پیمان صلح امضا نشه، جنگ کره همچنان بخشی از جهان ما خواهد بود. شماره 4. سرمازدگی بزرگترین دشمن سربازان آمریکایی مشارکت کننده در جنگ کره بود. برای سربازان جنگ کره، سرمازدگی یک تهدید بسیار واقعی بود. دمای هوا در کره در طول زمستان میتونه بسیار پایین‌تر از یخزدگی باشه و سربازان اغلب برای مقابله با هوای سرد تجهیزات مناسبی در اختیار نداشتند. ترکیب دمای به شدت سرد و لباس نامناسب منجر به موارد متعددی از سرمازدگی شد، به ویژه در میان کسانی که زخمی شده بودند یا مجبور بودند به مدت‌های طولانی در فضای باز باشند. در برخی موارد سربازان به دلیل سرمازدگی باید از خط مقدم خارج می شدن. در برخی موارد دیگه قطع عضو تنها راه نجات جون اونا بود و در نهایت 30,000 نفر زخمی یا کاملا معلول شدن. بسیاری از سربازان به دلیل سرمای شدید در شبه جزیره کره انگشتان دست، پا یا حتی هر دو دست و پای خودشون رو از دست دادن. شماره 3. کشورهایی از همه قاره‌ها در جنگ کره مشارکت داشتند. جنگ کره به سرعت به یک جنگ جهانی تمام عیار با حضور چین، ایالات متحده و چندین کشور دیگه از تمام قاره‌ها از جمله استرالیا، بلژیک، کانادا، کولومبیا، اتیوپی، فرانسه، یونان، ژاپن، نیوزیلند، نروژ، فیلیپین، آفریقای جنوبی، تایلند، ترکیه و انگلستان تبدیل شد. اما این درگیری بسیار خونین بود و تمام این حمایت‌های بین‌المللی نیز مانع از پیشروی کمونیست‌ها نشد. سازمان ملل متحد حدود 40,000 سرباز خودش را در طول جنگ از دست داد. غیر از میلیون‌ها سرباز و شهروند کره شمالی که در جریان 3 سال جنگ جونشون را از دست دادند. شماره 2. جنگ کره باعث تقویت قدرت کیم ایل سونگ شد. کیم ایل سونگ پدر بزرگ کیم جونگ اون و بنیانگذار کره شمالی بود. او از پروپاگاندا برای ترسیم تصویر یک رهبر قهرمان از خود که از کشور در برابر تجاوز آمریکا و متحدانش دفاع می‌کرد استفاده کرد. او در نهایت به خاطر خشم و نفرتی که جنگ کره در میان مردم کره شمالی ایجاد کرده بود، به عنوان پدر بنیانگذار کره شمالی انتخاب شد و رفته رفته تمام قدرت را در کشور در دست گرفت و به فرزندان خود منتقل کرد. هر کسی در کره شمالی دست کم یکی از عزیزانش را به خاطر جنگ کره از دست داده بود. آنها خونها و شیوه زندگی خودشون رو به خاطر جنگ کره قربانی دیدن و این موضوع به یک رهبر کاریزماتیک مانند کیم ایل سونگ کمک کرد تا سلسله ارثی خودش رو بنیان کنه، سلسله ای که هنوز هم پابرجاست. علاوه بر این جنگ کره به کیم ایل سونگ بهانه ای داد تا مخالفانش رو از سر راه برداره و کنترلش رو بر کل کشور تثبیت کنه. و شماره 1. جنگ کره یک جنگ نیابتی بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بود. این جنگ علاوه بر اینکه یک جنگ بین کره جنوبی و کره شمالی بود، یک جنگ نیابتی بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی نیز بود. و این درگیری کوتاه آغاز جنگ سرد چند دهه‌ای بود که تا سال 1991 ادامه داشت.
ایالات متحده از کره جنوبی حمایت می‌کرد، در حالی که اتحاد جماهیر شوروی از کره شمالی حمایت می‌کرد. هر دو قدرت در جنگ حضور داشتند. اگرچه اتحاد جماهیر شوروی نقشی عمدتاً لوجستیکی داشت و سلاح و تجهیزات نظامی را برای ممانعت از به ثمر رسیدن تلاش‌های نظامی ایالات متحده در اختیار کره شمالی قرار می‌داد. برای اتحاد جماهیر شوروی هدف از این جنگ سرگرم کردن ایالات متحده در جنگ‌های اینچنینی بود تا یک منازعه نظامی دیگه در اروپا که میتونست مستقیما شوروی رو تهدید کنه رخ نده. خب اینم 10 واقعیت تاریک و تلخ در مورد جنگ کره بود. یه سوال داشتم، از این 10 واقعیت شما با چند تاش آشنا بودید؟ لطفا کامنت بدید.